هر نشریه‌ای با در نظر گرفتن مخاطبانی کم و بیش مشخص شروع به کار می‌کند. تابلو هم همینطور کارش را شروع کرد. مخاطب مورد نظر تابلو جوان امروزی است. اما جوان امروزی کیست؟ چه در سر دارد و چه در دل؟ چه بر زبان می‌آورد و چه چیز را به دستان عمل می‌سپارد؟ آیا سنش هم به اندازه خصوصیاتی که از سنش برمی‌آید مهم است؟ اینها سوالاتی بود که پشت صحنه ذهن تابلوداران می‌چرخید. برایش جوابهایی هم داشتیم. حالا بعد از یک سال بعد ندیدیم شما هم بدانید در ویترین تابلو چه گذشته است. تابلو تا کنون 12 شماره منتشر کرده است. در این 12 شماره 220 مقاله عمدتاً اختصاصی در حوزه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزش و سیاسی به چاپ رسیده است. مجله تابلو توانسته است با تهیه 80 ویدیو از داخل و خارج از کشور اولین نشریه مبتنی بر متن ویدیو در ایران باشد. شما با ورق زدن مجله تابلو می توانید به آسانی و با کلیک روی ویدیوها آنها را تماشا کنید. مجله تابلو 30 مجموعه متنوع عکس از رویدادهای داخل کشور، اهم از انتخابات سال 92، مسابقات فوتبال، والیبال، تیم فوتسال دختران ایران و کنسرت های خوانندگان ایرانی و خارجی منتشر کرده است. همچنین هر شماره تابلو با ویدیو و کارتونی از توکان استانی، هنرمند و کارتونیست و سرشناس ایرانی منتشر می شود. در این میان مصاحبه با چهره‌های سرشناسی چون محمدرضا شجریان، فاطمه معتمدآریا، یروان آبراهامیان، نیما بهنود، مانا نیستانی، مهدی مهدوی کیا، علی پروین، احمدرضا آبزاده، حسین قاضیان، حسین خسروجویی، ابوالحسن بنی صدر، ابراهیم نبوی و عبدالکریم لاهیجی بخشی از پرونده درخشان تابلو در یک سال گذشته است. تابلو را دنبال کنید، با ما باشید و به ما بگویید دوست دارید چه بخشی از زندگی روزمره یک جوان بیشتر در تابلو دیده شود.